توقیف یک لنج و دستگیری ملوانان متجاوز به آبهای ایران در جزیره کیش. این لنج علاوه بر ورود غیرقانونی به آبهای سرزمینی کشورمان، اقدام به صید گونه‌های حفاظت شده دریایی کرده بود. هفت نفر خدمه داشتن، حدود ارزم بزرگتون نزدیک یه تون ماهی داره، منتها نزدیک 45 قطعه انواع کوسه ماهیانی که نسلشون در حال انقراض هست اینها صید کردن و در حال نابودی منابع زی ارزش و با ارزش حوزه خلیج فارس بودن. از ابتدای سال تا کنون بیش از 4 تن ماهی از لنج‌های متجاوز خارجی در آب‌های کیش کشف و ضبط شده است. ایوا هنا ایران ایوا ایوا خب چی میگه؟ میگه داخل آب ایران اومدم. بر اساس قوانین نظام جمهوری اسلامی ایران هر قطعش 30 میلیون تومان جریمه داره. علاوه بر توقیف لنج‌های خارجی، با متخلفان طرح دریابست هم که از اول تا دهم مهر در آب‌های استان هرمزگان اجرایی شده برخورد می‌شود. در طول این مدت 10 روز کلیه صید و شکار هر نوع ماهی در حوزه که اعلام شده ممنوع باشه و هر نوع شناوری چه داخلی چه خارجی فرق نمی‌کنه اقدام به صید کنه، صید غیر مجاز حساب میشه. در کنار توقیف لنج‌های خارجی، 10 لنج حامل کالاهای قاچاق در آب‌های جزیره کیش توقیف شده است. از ابتدای سال تا کنون تعداد 7 لنج خارجی در آب‌های خلیج فارس و جزیره کیش توقیف شده که در این بین 50 نفر هم دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند. مهدی هوشیار، خبرگزاری صدا و سیما، جزیره کیش.